سلام و وقتتان بخیر. شما بیننده سومین گزارش صبح و زندگی هستین. سپاسگزار هستیم از شما هموطنان و بینندگان خوب برنامه صبح زندگی که تا این لحظه ما را همراهی کردین و به آخرین گزارش صبح و زندگی خوش آمدین. ما به منطقه آمده ایم که نزدیک دارلمان است و به نام جای رئیس یاد میشه و داخل امروز که موضوع برنامه ما راستی جوانان و تکنولوژی است، امروز آمده ایم به یک آرایشگاه مردانه میشه بگوییم در کل، یا میشه بگوییم که سالون آرایش و پیرایش. آمدیم تعداد جوانا به گونه کاملا مدرن مصروف آرایشگری هستند. ما در گذشته داشتیم آرایشگاه زنانه داشتیم، اما حال آرایشگاه مردانه هم داریم. میگن که خوش لباسی و یا خوش سلیقه بودن و یا آراسته بودن نماد از شخصیت های خوب است. اما یگان تو مثل ما باره که در خاکسار بود دیگه، ما نمیفهم چی بگویم. از بس که وقت ما خیلی زیق است، اما قدر وقت پیدا نمی کنیم که دقل این میاره یک اوچربک کنیم، چی رسد به یکی یگان چیز دیگه بزنیم. خب امروز آمدیم دیگه پیش استادای جوان، امروزشون قسم میکنیم، گپ میزنیم در رابطه با کاروبارشان، در رابطه با فعالیتایشان و در رابطه با این که آنچه که در گذشته انجام میشد در بعض سلمانی ها، کار از اونا تا کار از اینا چقدر فرق داره. ما مردم افغانستان کار آرایش و پیرایش خصوصا موی کم کردن از کجا شروع کردیم؟ از جاهایی که تا هنوز هم طرف سر چوک، طرف مرادخانی، طرف نزدیکای شاه دوشمشیره اینجا هنوز هم کاکاگکا هستن، یک تختک یک در پینجا دارن ششتن و فقط 30 افغانی 20 افغانی بتین برشان، سرتان ماشین میکنه، سرتان کم میکنه، ریشتان اسلام میکنه و اینی گپا میباشه. اما که یک تعداد جوانایی که میاین اینقدر 4 اتاق تقریبا میگیرن با 2 دستشوی و گپا، چقدر فرق میکنن کار از اینا با کار از اینا. من سلام علیکی کردیم امرایشان. بازم سلام، صبحتان بخیر. سلام، خوب هستن انشاءالله؟ صبح بخیر، خوب هستن. من شما را میشناسم، خوب از خودم معرفی بکنین بر دوستای ما. بله، من سعید را موسوی هستم، یکی از کارمندای از آرایشگاه. بسیار خوب. آقای موسوی، چند سال شما مصروف از این مسلک هستین؟ ما حدودا 10 سال است این رشته کار میکنم. 10 سال. کار شما با کار از کوکوگکایی که تخت مانده بودن یک زمان نی تا هنوز هم هست، چقدر فرق میکنه؟ ببین، یک چیز، هر چیزی که در افغانستان باید رویش کار شد و فرهنگ سازی شد و مردم مدرن شد. من خواستم است از مردم افغانستان که هر کاری را که میکنه، هر چی دکتر میره، چی آرایشگاه میره، چی هر جایی که میره، باید جایی بره که نظافتش عالی باشه. خصوصا چون این سالونایی که میگن حتی ویروس‌های متفاوت و یا بعض امراض جدید دیگه که برآمده، در اینجا بسیار زود از یک نفر به نفر دیگه نقل میکنه. بیشتر مرضایی که انتقال پیدا میکنه از طریق قیچی، شانه، پل و دست است. وقتی امکانات باشه تو هر مشهری را که اصلاح میکنه دست خود را میشوی، قیچی تا دیتول میزنی یا کلونیا میزنی، ارکول میزنی که لااقل در مشتری بعدی را کار میکنی اذیت نشه. خب از انتقال نکنه. بله، تشکر آقای موسوی از شما. خواهش میکنم. باشین که امروی مشتری دانم گپ بزنیم. سلام، صبحتان بخیر. سلام، صبح بخیر. نامتان چی است؟ نام من رولا هستم. رولا جان، چقدر وقت میشه به چنین سلمانی ها میایی یا به چنین آرایشگاه ها میایی؟ من مدت 5-6 سال میشه که به چنین سلمانی ها میایم. از تازه سلمانیم بسیار راضی هستم. کارش خوب است؟ خوبم کار میکنم. بیخی بدل تست؟ بیخی بدل. هیچ شکایت نداری؟ نه. تشکر از کار بانت. خب بیا اینی طرف، یک استاد دیگه همچنان مصروف کار هستن. سلام، صبحتان بخیر. سلام علیکم، صبح شما بخیر. خوب هستین؟ سلامت. خدا مویایتان چقدر مقبول. او عمد سفید شده مویای ما واره کنه شدین؟ پیر شدین و یا رنگ کردین؟ نه، رنگ کردیم امتون. خب حال سرسفیدی هم یک استایل است. استایل است، های یک مود روز است کم تک رنگ. خب مویای ما اگر کم سفید شد و خوب میگه؟ گپ سر سلیقه خودتان است، اگر خوشتان بیاید. یکی موضوع سلیقه است که شما میفهمید که در چهره ما میشینه که مو یکم سفید شود؟ نمیشینه، هایلایت کنی بسیار مقبول میگه. یک خوبی دیگه هم داره، وقتی مو یکم سفید کنیم اگر سنتون بالا میره یک ذره کنه میشی، باز مردم شک نمیکنه، میگه برو دیگه حتما سالی از اونقدر پیر نشده. یال مود روز دیگه هم چیزا هست سفید میکنه. شما چند سال از کار میکنین؟
یک 8 سال شد کار میکنم. 8 سال شد. خب سعید گه استاد هستی. خدا مهربان باشه. خب ریش خودتان کی جور میکنه؟ ریش خود ما را من می استاد استاد جور میکنه. خودتان خاص خود نمیتونین جور کنید. خود ما مگر جور کنیم میتونیم خب اما بهتر وقت گیر میباشه. نه وقت گیر میباشه یک ذره زحمت کار دارم. چقدر از کارتون راضی هستید؟ از کارم 100% راضی هستم. مشتریتون کدام تعداد مردم ما هستند؟ محصلا هستند، مردمایی که دکاندار است، مردمای با سواد است، مردمای کم سواد است. مشتریای ما اکثرا بیشتر محصلا هستند. بیشتر محصلا هستند. محصلا میاد. دیگر از عموم از هر رقم چیز میاد، دکاندار هم میاد. از کدام مودا بیشتر وطندارای ما استفاده میکنند؟ یک زمان خب بیشتر چپکاکل استفاده میکردن، نه مویا چرب هم نبود، حالا ژیر شده و روغن شده و هیچ که نبود. یک زمان من خودم باور بکنین که روغن یگپا نبود، واسلین با روغن نباتی گپ میکردم، مویای ما چرب میکردم. حالا مردم چی میکنه؟ از کدام مودا استفاده میکنه؟ مود سایه‌دار هم چیزا هستم، هر چیزی که در کشورهای خارج چیز میشه مود میشه، همون چیزا به درم اینجا بچا کلا نمی کسایی که محصول از دیگه است عکس میارن که تلاک میارن نشان میده بر ما، ما هم چیزا برشان جور میکنیم. یعنی هر رقم مویی که بگیم دیگه فقط عکس بیاریم جور میکنیم. آ عکس که تلاک نشان بده ما هم چیزا برشان جور میکنیم هر چیز که باشه. بسیار جا تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.